ابکشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ شلوم، روش خادش توف، اول ماه الول، ماه الول، ماه رحمیم، ماه ترحم، ماه که ملت اسرائیل همیشه خود را آماده کرده است و میکنه در این چهار هفتهی که به اول سال مانده ما بتوانیم گذشته خود رو، آنچه که در 11 ماه گذشته انجام داده ایم، مرور بکنیم و بتوانیم آنچه که بایستی اصلاح بشود اصلاح بکنیم و تصمیمات جدید بگیریم برای یک زندگی بهتر، یک زندگی معنویتر، یک زندگی که همراه با رضایت درون و رضایت خداوندی باشد. حال ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که این دنیا خیلی در حال تلاطمه و در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که میبینیم دنیا به دو قسمت شده، قسمت داراها و ندارها. یه مسئله مرزها و جغرافیا مطرح نیست، مسئله مسلکها و مسئله سیاستها مطرح نیست. در آمریکا که اقتصادی تقریبا نمیتونیم بگیم مطمئن داره، همیشه در حال نوسانه، مردم دارای چیزهایی هستن، وسائلی هستن که شاید سه نسل پیش اصلا خوابشم رو نمیدیدن، تخیلشم نمیتونستن در خود داشته باشن. شما در هر خانه الان یک یخچال هست، یک تلویزیون هست، هر کس به اندازه‌ای که بتواند کار میکنه. اینجا انسان گرسنه وجود نداره، اونام که گرسنه هستن، اونایی که بی خانمان هستن، بی خانمان ها به خاطر مسائل فردی خودشون. یک مسئله دیگری که ما داریم این است که یک موقعی حتی اگه بیرون برگردیم ماشین شخصی مردم نداشتن. اگه کسی ماشین شخصی داشت شده طبقه اشراف و درباریان محسوب میشد. ولی الان اکثر مردم حداقل یک وسیله نقلیه برای خودشون دارن و وسیله‌ای که میتونه اینها رو به دست بیاره چی هست؟ ثروت. داشتن اون وسیله برای خرید و به دست آوردن اونه. همیشه این مسئله بوده. و حال توی تورای این هفته، توی تورای شفتیم، این مسئله رو به صورت دیگری مطرح میکنه. ثروت میتونه چیکار بکنه؟ با ثروت میشه خیلی کارها کرد. من یادم هست تو دبستان که بودیم یا دبیرستان، حتی به ما سوژه میدادن، عنوانی که عنوان این بود علم بهتر است یا ثروت. ما در عالم بچگی و در عالم نوجوانی همیشه فکر میکردیم به علم از همه چیز بهتره. انشها همیشه علم بود. کسی شاید به ندرت کسی مینوشت که ثروت بهتره، ولی وقتی که به عقل رسیدیم، وقتی که به یه جای رسیدیم که دیدیم نه، ثروت قادر حتی علم را پیش ببره. اگر بنیادهای کمک به پیشرفت علم نبود، هرگز آمریکا به این دستاوردها نمی رسید. ولی خب ثروت هم یک تورا برایش یک محدوده تعیین کرده. بزرگترین ثروتمندان قدیم کیا بودن؟ قدرتمندترینشون کیا بودن؟ پادشاهان بودن. پادشاهانی که همه چیز در اختیارشون بود، پادشاهانی که دیکتاتورهای مطلق بودن در حقیقت، و اکثر آنها دارای گنجینه‌های بی‌نهایت بودن، ثروت بودن، حرمسراها بودن و هر کدرشو می‌خواست می‌کردن. تورا درست میگوید اگر خواستی برای خودت پادشاه انتخاب بکنی، سه اصل که بایستی در نظر داشته. اول لویر بلو کسب زها، حق نداره طلا و جواهر برای خودش جمع بکنه. زیاد لویر بلو نبایستی، یه حد ما یه حدی داره. و دوم لویر بلو رسوسیم، برای که در زمان قدیم اسب
یک وسیله بسیار مهمی بود، هم برای جنگ هم برای مسافرت کردن. حق نداره استبل بزرگ داشته باشه و برخوش برید اسب جمع، مخصوصا اسبهای مصری در قدیم خیلی اسبهای اصیلی بودن، تو را علدن میرسه، حق نداری بری از اونها بخری. و سوم لوی ابلو نشیم و نمایستی زن زیاد بگره، حرم سرا نداشته باشه. و میبینیم ملت اسرائیل وقتی وارد کشور اسرائیل میشه یک حالت تساوی توازن بین همه طبقات، یعنی طبقه بندی نیست، همشون کشاورز بودن، همشون تیکه زمین داشتن، همشون از این زمین برداشت میکردن. مدت 300 سال، یعنی در بعد از یهوشوع که بعد از موشه ربنو میاد 14 سال کشور رو فتح میکنه و دوران شفتیم داوران، 300 سال تقریبا طول میکشه. در این 300 سال هیچ رهبری، هیچ پادشاهی وجود نداشت. رهبران اینجا و اونجا به عنوان داوران مردم بودن که در زمانهای سخت بلند میشدن و مردم رو از دست کسایی که میامدن بهشون حمله میکردن نجات میدادن، تا اینکه مردم میان به شموئل هنبی میگوین بابا ما خسته شدیم، بیا مثل سایر ملت‌ها یک پادشاه برای خودمون انتخاب بکنیم که این بیاد از لحاظ امنیتی بیاد ما را محافظت بکنه، لشکر داشته باشه، بتونه بجنگه با اونهایی که به ما حمله میکنن. اولین پادشاه شاول بود، متاسفانه لیاقتش را نداشت و متاسفانه او و فرزندش در جنگ کشته شدن. دوم پادشاه داویده، داویدی که مملکت امن میکنه، یک امپراتوری برای خودش درست میکنه. و سومی شلومو هملف فرزند داویده. این پادشاه که در زمان خودش میگویند عاقل‌ترین انسانها بوده، میگوید ببین من به قدرت عقلم مطمئن هستم، اگر بیام پول زیاد گنجینه زیاد داشته باشم یا بیام فرض کنید زنهای زیاد یا اسبان زیاد، هیچ وقت تو را می نویسد کسی پادشاه اگر اینها را بیاد بیش از اندازه داشته باشه انحراف در لهو و لعب، شهوات و فساد اخلاقی باعث خواهد شد. شکران میگه من نه، ببینیم مالیات های سنگینی بر مردم می بنده. یک، دو، اسبان زیادی، استبلش لومه معروفه، حتی در کاوش های باستان شناسی پیدا کردن استبل هایی که شاید صدها و شاید هزار اسب درش گنجایش داشته. و سوم به خاطر اینکه پادشاهان دوروبر باش تو قدرتمند بود در حال صلح باشن، دختران خودشون رو میدادن و این رفت اینا رو با اینا ازدواج کرد. اینا وقتی که وارد قصر پادشاهی شدن با خودشون چی آوردن؟ بوتاشون آوردن، خدایانشون آوردن. و میبینیم اشتباهی که شلومو میکنه به چی؟ قیمتی بهایی که میپردازه اینه که بعد از او دوره رهبام پسرش کشور دو قسمت میشه، اون اتحاد از بین میره. بنابراین میبینیم ثروت نمیتونه همیشه جوابگوی همه چیز باشه، ولی پادشاه رو چطور مهار میکنه؟ چطور تورا پادشاه رو مهار میکنه؟ میگه باید دو تا تورا بنویسه، یکی تو قصرش باشه، یکیش هر جا که میره، تو جنگ میره، بیرون میره، هر کاری میکنه، در دادگاه میشینه، باید این تورا باشه، همیشه مطالعه بکنه، همیشه اونها رو باید بدونه این توراه. چرا یکی باید در قصرش باشه، یکی در اونجا، برای که وقتی خیلی ازش استفاده بکنن در اثر استفاده ممکنه حروف ریخته بشه، ممکنه پاک بشه. اون اصلی رو بایستی همیشه داشته باشه، با اون مطابقت بکنه. بله، زندگی ما همیشه آستانه هایی داره. در این آستانه ها، یعنی قبل از اینکه شروع بکنیم توی تصور خودم، مثلا فرض کن برای ازدواج شوهر من، همسر من، زن من چطور باید خواست بود، چه کارها بایستی بکنم، چه خانه، چه کاری، همه اینها میگه چیه؟ تو تصورات، تو تخیلات، توی برنامه ریزیه. ولی وقتی که شروع میکنم زندگی رو، زندگی اینطور نیست. زندگی یک حالت بسیار
در حال تلاطم تغییرات اون چیزی که در آستانه فکر ما بوده غیر ممکنه به صورت عمل در بیاد. وقتی که ما وارد این ماه میشیم، ماه ایلول میشیم، ماه ایلول که همیشه سال گذشته ما خیلی تصمیم ها گرفتیم، این زندگی پر از پرتگاه هاست، پر از لغزش هاست، پر از خطر هاست، پر از تصمیماتیست که ما گرفتیم و نتونستیم انجام بدیم، تغییراتی که میخواستیم در شخصیت، رفتار و کندار خود، روابط خود به وجود بیاریم نتونستیم. بنابراین ماه ایلول دو مرتبه این فرصت به ما داده میشه که قبل از این که وارد سال جدید بشیم بتونیم همه اینها رو اصلاح بکنیم، شکست ها رو، ترک ها رو بیاییم برطرف بسازیم. ببینید ثروت نمیتونه همه کار بکنه، ثروت خوشبختی نمیاره، ثروت آرامش نمیاره، یه هر کی بامش بیش برفش بیش. و دیدیم میلیاردرهای هستن که اصلا صبح تا شب مشغول کار هستن، نمیفهمن اصلا زندگی یک بعد دیگری هم داره، بعد انسانی داره. بنابراین اگر به شما گفتن علم بهتر است یا ثروت یا عقل و دانایی و تصمیم های خوب برای زندگی، همیشه تصمیم های درست رو بایستی انتخاب کنیم. امیدوارم سالی که در پیش داریم سال تصمیمات درست، سال بسیار خوب پر از آرامش خیال، صلح و صفا در بین همه مردم جهان، مخصوصا در سرزمین مقدس ما کشور اسرائیل، و دوستی برقرار بشه. تمام این صداها و دوگانگی ها امیدوارم از بین بره و در جامعه ما، در کلیسای ما، در همه جا صلح آرامش برقرار بشه در سال آینده، و ماه خوب و شبات خوبی در پیش داشته باشید. شالوم. سلیخات. البته بدانید دوستان، سروران، از روز یک شنبه آینده ایامیست که ما سلیخات، یعنی در حقیقت تفیلای درخواست بخشایش از خداوند میکنیم تا وقت پوریم، تا وقت کیپور. و کلیسای ما هر روز از روز یک شنبه، روزای یک شنبه ساعت 6:30 صبح سری خود شروع میشه، بلکه روز تعطیلیه، ولی سایر روزها ساعت 5:30 صبح و بعد از اون تفیلای صبحگاهه خوانده خواهد شد. خواهش میکنم این ماه رو در کنار ما باشید و بیاییم، و همانطور که اول ماه میگوید انیل دودی به دودیلی، یعنی من از آن محبوبم هستم، محبوب ما خداونده، میخواییم به سوی او بازگردیم، او هم مایله که به سوی ما بازگرده. امیدوارم تمام لطف و رحمانیتش شامل همه عزیزان، همه ملت ما، همه انسانهای خوب خواهد بود. آمین.